اون چیزی که در این تصویر مشاهده میشه یه حالت ستاره‌ای با یه سر شکسته و لکه‌رنگ‌های متفاوته. در آینتی پنجش این تبدیل به ال میشه و این دوتا لکه‌رنگ هم شبیه هم میشه. البته چهار بود در پنج. خب این اگه ویدیوهش 55 ترشوی 45 خب کد 11 رو بهش میدیم. خب در 11 فقط یه چیزی شبیه جای خالی و نرم و یه تیکه چیز سفت آشکار میشه. یه عمودی هم اینجا وجود داره. در کنار اینجایی که نرمه یه سبزی این بالاست که با رنگ موقعیت پس زمینه یه ذره فرق میکنه. این تفاوت ها تو شکل ها مهمه. اینجا یه مثلث هست و اینم در اینجا تو ترکیب خودش مونده، یعنی در حالت یه حفره چاله. مثل اینه که یه مسیریه که یه چاله حفره یا یه دهنه اینجا داره. اینایی که خیلی روشنه یا جاهاییه که خالیه یا رطوبتش بالاست یا آب داره. در صورت اینا در ترکیب اینه. خاکایی هم که ناگهانی خیلی نرم میشه بازم آبی میاد. خب این 11 پایینش ما 11 پایین برابر ویدیوی 55 ما میریم 20 بالا رو میدیم. این یه مقداری با 20 بالا پررنگ تر میشه، واضح تر میشه و حالت میله ای میگیره، ولی شکستگی داره در انتهای سر خودش. به رنگ عادیش که برگرده میاریمش روی کد دوش، یعنی بالا رو بعد 20 میاریم رو دو، یه تاییدیه میدیم. کلن زمینه میگه سفت سفتم، نرمی و سفتی، چیز خاصی تا اینجا مشاهده نمیشه، ولی این بنابرای نیست که اون هدف در اون محدوده نباشه یا منبعی نباشه. بالاخره هر جایی که اون سیستم کد میدید میگیره باید یه اون عواملی وجود داشته باشه. وقتی که یک رو بهش میدیم اینجا جای نرمتر چاله چا هم اینورم مشخص میشه، یعنی به صورتی که الان در این قسمته. اگر با F7 بشه این رو مشخص کرد، این در گوشه این سمته، اینجاست، این مربع در اینجاست که خب این باید اون کسی که روی تصویر کار میکرده این رو در نظر بگیره. یه ال برعکس هم هست. الای برعکس مربوط به اهداف و منابعی که امکان داره هدف در اونجا نباشه یا از جنس عدد VDI نباشه. حتی در زمان تمرین روی هدف تمرینیتون میتونه ال برعکس بیاد، ولی در صحنه اصلی نه، عمدتا الا به این صورت. خب حالا کدی رو که بهش میدیم اینجا، خب یه لکه هست. ببینید اینم در نظر بگیرید که اینجا اگه F6 رو بزنیم این لکه از این جدا میشه. این جدا شدن این حالا تا اینجا هم تک بوده دیگه، موقع تمرین اینو میتونی بگی هدفه، ولی تو صحنه اصلی نه. حالا کد 20 رو بهش میدیم. در 20 اینجا یه لکه منظم میاد، وقتی INT 5 رو بدیم این ترکیب میگیره. ببینید الان یه مثلث کوچولو در اینجا هست و اینا همه ترکیب گرفته به این سمتن. این سمتم یه جریانی رو دنبال میکنه، یعنی این الان دنبال کنندش در اینجاست، میگه یه منبعی به این سمتم هست که ترکیب داره، ولی اون چیزی که خیلی مهمه و بزرگتره و بهتره و عالیتره در این قسمت. ما میتونیم اینو الان هدف قلمداد کنیم، ولی در وسط این قسمت ها نیست، در کنار این قسمت قرار گرفته و اگه بخوایم این الان با این تفاصیل بالا پایین F7 و F6 و INT سایز ها بزنیم، این تاییدیه یک هدفه. ولی آیا این فقط در این کد میاد یا در کدهای دیگه میاد؟ این خودش میگه من یه هدفم. ببینید وقتی با F6 F7 کار میکنید ترکیبات اینا تغییر میکنه. این یک منبعیه، یک هدفیه، یک جریانیه که دوتا آبی هم تو پس زمینه اینجا آورده که اگه اینو بتونیم این دوتا آبی رو آشکار کنیم که نمیشه آشکار، میشد از این ترکیب استفاده کرد.
عمدتاً اونجاهایی که هدف در کناره، در بغله یا تو دید نیستش، اینجور لکه رنگا رو ما میتونیم ببینیم. ولی الان اینجا یه سفتی وجود داره و این امکان داره حتی یک حفره، چاله یا جایی باشه که یه منبعی حالا به اندازه‌ای در درونش وجود داشته. ولی این مثلث، حالا این مثلث و اینا مواد منابعن. ببینید یه دونه مثلث ما در اینجا داریم و یه مثلث هم در اینجا داریم، اینا ارتباط دارن. پس اینجا یک منبع جریانی هست که ساخته شده است و غیر متعارف هم هست. با اینو تصاویر برخورد میکنید خیلی جا و اینو باید از نظر تکنیک شکلی مورد بررسی قرار بدیم. اگر ما یه آینتی یک به این بدیم، عملا این از توی دید میره بیرون و دو صفرش هم که میکنیم لایه های به این صورت مشخص میکنه. کلن این جریان یک هدف یا یک منبع در یک جاییه که امکان وجودش هست، ولی این تو صفحه اصلی این چیزی نیست. این لکه های خوبم به این سمت رفته، ببینید اینا هم خودشون به این سمت رفتن. حالا اگه بخوایم تعیین موقعیت کنیم، آینتی یک رو بهش میدیم، یک پایین بالا صفر. ببینید این مخروطیه اینجا اومد. وقتی مخروطی میاد یعنی من چیزی تو اون طبقه دارم و اینم اینجا اومد. ببینید این در اینجا اومد، اینا نشانه هدفه ولی هیچ کدومشون با هم جفت نیستن. اینم نشانه زمین صفر شده است یا زمینی که تغییر پیدا کرد. حالا آینتیه یک بالا رو که میدیم، اینا کلا میان این بغل، میان تو این محدوده. ببینید این دوتا تو این محدوده، ترکیب شکلیشون در این محدوده است. خب پس معلوم شد که این منبع این بره. حالا اصلا بودن هدفش دیگه زیاد جریانی درش نداره و یک دو صفرش هم که میکنی باز میاد از دید این بیرون. البته ما اینجا میتونیم روی این تفسیر کنیم که خاک دست خورده هست یا منبعی توم دست هست، ولی در هر صورت اینجا این به این سمت این هدف رو میده. بیشتر جاها که این گفته میشه هدف این وره، این احتمالاته. اون شکلی که شما دیدید در کد 11 در اومده بود، اون اگه در وسط بود میان بود خود هدفه بود و این اشتباه اپراتور، ربطی به سیستم نداره، چون سیستم هر چیزی که بهش دستور بدی تو ترکیب شکلیش میگیره، آشکار میکنه و تعیین میکنه چی. حالا اگه آینتی دو رو بدین، یک پایین بالا صفر، دوباره سیگنال یک بالا و دو صفر، باز جهتی که داره نشون میده به این سمته، یعنی کلن جهت سرش به این سمته، ولی یه دونه هم به اینجا داره. حالا یا بین دو هدفه یا این مسیر بیسته. در اصل اینجا اون هدف اصلی تو مرکزیت وجود نداره. اینو با زمان تمرین بازم میگیم، اشتباه نگیرید، چون چنین تصویری میتونه نمونه کارتون باشه در زمان تمرین، ولی اینجا خود لکه رنگ منظمش هم بیسته.